سلام سلام، چطورین؟ من محبوب جانو بیارم بالا. چه بچه های آن تایم، این تایمی هنوز نهانیم نشده، یه دقیقه مونده. سلام. چطوری؟ مرسی. ممنون. شما چطوری؟ من خوبم، عالی، خدا رو شکر، خدا رو شکر. من دیشب تا دیر وقت مهمون داشتم، به زور از تخت جدا شدم. الان نیم ساعت از تخت جدا شدم. پف صبحگاهی منو ببخشید. مهم نیست، خسته نباشین، مهم اینه که انرژی دارین همیشه. عزیزم قربونت برم، ممنون، مرسی. خب 13 نفریم، یه کوچولو سب بکنیم بیشتر بشیم، بعد شروع بکنیم که دیگه کسی هم اولشو از دست نده. حتما. اگه موافقی حتما بیان، چون قرارمون 9:30 بوده، الان تازه 9:30 شد. چه خبر؟ شما تهرانی؟ نه من مشهدم. آها مشهدی، عزیزم. هوا چطور؟ سرده؟ سرد بود ولی امروز هوا عالی بود. آها خب خدا رو شکر. اینجا هم امروز هوا اسمن بالای صفره، ولی انقدر باد شدید میاد که رسمن منفیه. رسمن. آره ما هم قرار بریم یه راهی بریم، ولی فکر نمی کنم بتونیم بریم راه بریم، چون خیلی به نظرم میاد بادش خیلی شدیده. حالا بعد از لایک بررسی هایی انجام بشه ببینیم چه اتفاقی میفته. خب بچه های آن تایم اومدن و من فکر میکنم که عزیزم دوست دوران دبستانم هم اومده اینجا. چیزه، فکر کنم شروع کنیم، چون فکر کنم به موقع شروع کنیم، احترام به اوناییه که به موقع میان توی لایف و این کار بهتر باشه. من کامنتار با اجازت میبندم، آخرش بچه های سوال داشتن باز میکنیم که جواب بدن. خب ما سراپا گوشیم، چی میخواییم بشنویم؟ اینش مهمه عزیزم. از کدوم قسمت سختش بگو؟ شما چجوری عزیزم و همه سختیاش بگو. اول از همه این که اون توضیحاتی که من از شما میدونم که شما دوتا فرزند دارین و اینا رو میخواین یه چیز حدودی واسه بچه ها بگین که بدونن شما با چه شرایطی آره. تصمیم گرفتی درس بخونی؟ آره اینو بگم، اول از همه این که من 34 سالمه، شاغلم هستم و مادر دوتا بچه قد و نیم قد، یکی 2 سال و 3-4 ماهشه. خب و اینم دیگه شرح کلی سختی هایی که دیگه خودتون تا تهش رو بخونین چیا بوده. عزیزم آره واقعا آره. من خودم یه تایمی واسه آیلتس که میخوندم دیدم مثلا کاره نمیذاره من اونقدر که لازمه بخونم، یعنی دیگه انرژی برام نمیموند اگه وقتم میموند، بعد کارم رو کم کردم. یعنی من تقریبا 2 ماه آخری که بار آخر میخواستم آیلتس بدم که اصلا دیگه سر کار نرفتم، همه کلاسامو کنسل کردم. قبلش هم خب خیلی کارام هی خورد کم کردم، ولی اینکه شما هم بچه داری هم شاغلی، تازه من کار خونه نداشتم، خونه مامانم اینا بودم، خیلی ریلکس این مهمون آخون که بهشت بوده. آره چون خود خونه داری خودش داستانه، یعنی شما فقط یه دونه ناهار رو حساب بکن که چقدر زمان میبره و اونم با غذاهای ایرانی ماها که ماشاءالله اگه پیازدار شروع میشه باشی. آره ساعت 2 قبل از ناهار پای گازی. دقیقا الان بیشتر از بچه ها که شرط مشابه شما رو دارم، من میخوام اینم شما چجوری تونستی درس بخونی؟ خیلی سخت بود و یه چیزی که میخوام بگم اینه که واقعا باید اراده داشته باشن و پشتکار. یعنی اصلا یک روزایی بود که یه چیزی رو من بگم که من شاید در شبانه روز 4 ساعت بیشتر نمیخوابیدم و این عادت هنوز که هنوزه با من مونده، خیلی تاثیر داره. من زمانی شروع کردم به خوندن آیلتس که پسر من 2 ماهش بود. اوه. من از اون موقع شروع کردم، یعنی هنوز خواب بچه تنظیم نشده بوده. هنوز خوابش تنظیم نشده بود. آره من دقیقا یادم زمانی که استارت کار رو زدیم که بخوایم برای مهاجرت اقدام بکنیم، پسر من 2 ماهش بود. از بهمن ماه 96 من شروع کردم تا دیگه الان که امتحان آیلتس هم دادم و دولینگو هم دادم و انشالله پذیرش هم گرفتم و همه اینو تموم شده. آخریشو من نمیدونستم. چقدر خوب. بعد دانشگاه کرندال گرفتم. آها از کالج گرفتی. یه سوال بپرسم. نه یه دونه دانشگاه گرفتم. آره من ببینید آره
یعنی شما الان منتظر ویزایی؟ منتظر ویزام و اینکه چون میتونم آنلاین شروع بکنم، ولی چون خیلی از بچه ها رو دیدم که یکی آنلاین خوندن و اینکه ویزا براشون صادر نشد، بعد ترجیح دادم که هی دیفر بکنم حالا تا زمانی که مرزا باز بشه و بتونم برای ویزا اقدام بکنم ریجکت نشم. خیلی رو دیدم که شهریه رو واریز کردن، یکی دو ترم خوندن ویزا براشون صادر نشد، ریسکش الان خیلی بالاه، برای همین ترجیح دادم که فعلا آره اونم با این دیفر میکنم. خیلی اصلا الان سخت شده. بهترین تصمیم، بهترین تصمیم. ولی من شک ندارم که شما ویزا میگیری، چون اصلا من ندیدم دورو برم. ببین امکان نداره کسی مثل شما با این شرایط سخت و دو تا بچه و این همه داستان تلاش بکنه درس بخونه بعد بخواد ویزا نشه. مثلا میخوام برم شما ویزا نشه، جالب بگم و یه چیز جالب بگم، این که من همسرم محل کار بود و من کاملا دستنها بودم، اینش خیلی مهمه. محبوب جان صدات قطعی داشت، من نفهمیدم همسرت محل کارش چی؟ محل کارش مشهد نبود، سمت جنوب کشوره. یعنی شما آره بعد همسر رو هم نداشتی؟ آره من 20 روز در ماه همسرم نبود و فقط 10 روز در ماه. چه کشیدی خواهر؟ مادر بگریت، خیلی مادر، سخت. مادر و پدر با هم بگریم، مادر کمه. خیلی آره خیلی شرایط سخت بود، ولی چون من از بچگی اینو بگم، هر رویایی که داشته باشی، هر آرزویی که داشته باشی، مطمئن باشی، من این از بچگی توی ذهنم داشتم که اون زمانی که قصه های جزیره پخش میشد، نمیدونم یادتون هست؟ بله آره من دقیقا همیشه آرزو داشتم که برم عزیزم که نمیشه، رشته همسرم که اصلا اونو بعد لیفتراک تکونش بده که بخواد بخونه برای زبان بخواد مین باشه، برای همین شیف پیدا کردم کانادا و گفتم این همون چیزی بود که من از بچگی دنبالش بودم، خود خدا میخواد که من برم سمت کانادا. دقیقا. و به هر سختی که بود شروع کردم. عزیزم ایشالله حالا الان وارد جزئیات بشیم، ولی ایشالله که ویزا رو میگیریم، میخوام ببینم اون پذیرش دانشگاه و کالجی که گرفتی نزدیکای ما و پرنس ادوارد هستش یا یکی جای دیگه است دوره؟ یکیش که تورنتوه خب، و یکیش هم استان نیو برنزیک. خب دیگه نیو برنزیک همون بغل. بله همسایه ای همون بغل. خیلی ها از نیو برنزیک آخر هفته ها میان هالیفکس هالیدی، یعنی اینقدر اتفاقا. آره من برای یک دانشگاه نووا اسکوشیا کامیونیتی هم من اپلای کردم، متاسفانه مدرک دولینگو رو قبول نکردن. هرچند که توی خود اون شرایطش نوشته بود که 120 115 قابل قبولی، برای مال من 125 بود، ولی زمانی که آره زمانی که اپلای کردم گفتن نه کنارش باید یه آیلتس هم بدین و من واقعا آره دیگه در توانم نبود. آره قسمت نیست بیام جای خالهتی. نه بابا میگه اینجا بعد میری جای خالهتی رو میبینی اصلا کار. ببین جای خالهتی من رفتم پرنس ادوارد، نمیدونم هایلایتش رو تو پیج من دیدی یا نه، ما تابستون رفتم آره. اونجا سفر. ببین جای بسیار قشنگیه، ولی واقعا شما فکر کن مثلا خود هالیفکس نسبت به تورنتو دهاته، فکر کن مثلا پرنس ادوارد نسبت به هالیفکس دهاته، یعنی به اونجا چقدر دهاته. ولی باید خیلی آره دهاته. حالا یه دشت خیلی بزرگ، فاصله خونه ها از هم بسیار زیاد، یعنی اصلا من خودم به شخصه با اینکه آرامش و خلوتی رو دوست دارم، ولی میدونم که یه همچین جایی به اون خلوتی اصلا دووم نمیارم بتونم زندگی بکنم. من آرامش و خلوتی در حد همین هالیفکس اوکیه که دورم آدم باشه. آره ولی اونجا اصلا فکر نمی کنم که مثلا ماهایی که به خصوص از شهرهای شلوغ میان طاقت بیاریم. اتفاقا میخواستم همونه بگم، پس احتمالا قسمت نبوده که من اونجا آره ایشالا اونجا رو سفر میری، انقدر هم سفر انشالله خوش میگذره، اصلا نگم برات چقدر خوش میگذره. خیلی جای خوش میگذره ما که فعلا با استوریه شما همراهیم و همیشه دنبال میکنم.
مرسی مرسی. آره حالا اتفاقا بعدش اینه که تابستون آدم خب خیلی میره گردش و این ور اون ور بیشتر دستش بازه، الان چون سرده همه شدم تو خونه است. مثلا من امروز ذوق کرده بودم گفتم میریم پیاده روی، هم یه فعالیت، هم من چند تا استوری میگیرم چند تا فیلم میگیرم بر بچه ها. منتها خب وقتی سرد میشه مثلا باده زیاده، دیشب یه بادی میومد من اینجوری میشدم تو خیابون چیزه آخه وقتی باری زیاده اینا نمیتونی خیلی بری بیرون، ناخودآگاه آدم خیلی محدوده دیگه. مثلا من واقعا تو این مدته که هوا سرد شده خیلی چیزی برای ارائه نداشتم از زیبایی و طبیعت اینجا. حالا ایشالله تابستون جبران میکنیم. انشالله. خب حالا یه چیزی من میخوام شفاف سازی بشه. شما گفتی که 97-8 شروع کردی بخون، 7 گفته شروع کردی بخوندن. آره ببینی، من پسرم آبان ماه به دنیا اومد و مرخصی زایمان من شروع شد و من تو همون دوران این فکر به ذهنم رسید، چون شرایط زندگیمون خیلی منو اذیت میکرد، نه این که از لحاظ اقتصادی، اینا که بماند اون که همه رو اذیت میکنه. آره نه میدونین جاهایی دیگه به شخصیت آدم ها توهین میشه. من مرخصی زایمانم بود و کارفرما منو مجبور کرد که از 40 روزگی پسرم برم سر کار، وگرنه صندلی من پر میشد و من برای حفظ کارم مجبور شدم که برم. بعد اینجا من خیلی دیگه به هم برخورد، گفتم من خیلی توانمندم، چرا باید توی شرایط قرار بگیرم؟ آره تو این شرایط قرار بگیرم. و اونجا بود که هیچ موقع یادم نمیره تلفن با کارفرما رو قطع کردم، من عشق بفرمایی شامم بودم، داشتم قطع کردم و اصلا رفتم تو فکر دیگه، گفتم جای من نیست اینجا، من آدمی که بخوام با این شرایط دیگه کار بکنم نیستم. و همون موقع دیگه این جرقه تو ذهن من زده شد و شروع کردم بخوندم و دنبال کارهای اولین کارش این بود که مدرک آیلتس‌مو بگیرم. هرچند که خب حالا من چند سال زبان خونده بودم، ولی نوع خوندن آیلتس با زبان عمومی که میخونی زمین تا آسمون فرق. دقیقاً. اصلا خواستم همین رو بپرسم، شما سطح زبان عمومی در چه حد بود اون موقع که تصمیم گرفتید؟ سطح زبان عمومی من از زمانی که دانشجو بودم و قبلش کلا زبان خیلی دوست داشتم، درس میخوندم، ضعیف نبودم، ولی چیزی که حتی ببینید زبان اگر در ارتباط نباشی ناخودآگاه از ذهنت میره خیلی از درس. و من انقدر این چند سال درگیر کار شده بودم، فقط سعی میکردم با خوندن کتاب خودم رو درگیر بکنم، کلاس نرفته بودم و عملا اومده بودم صفر به نظر خودم. زمانی که رفتم تعیین سطح دادم یه آموزشگاه زبان توی مشهد، منو پری آیلتس 2 گذاشت و انقدر من خوشحال بودم که من اینجا گذاشته، آره. نگفته برو پایین تر که نگو. خب پس سطح نسبتا خوبی بوده، در حد آره مثلا ادوانس یا فکر کنم آپر اینترمیدیت بوده که آره. این چیزی ولی خیلی. چیزی که هست من لیسنینگم ضعیف شده بود، ریدینگم فقط خوب بود، دایره لغاتم تقریبا چون خوب کتاب بود. خونده بودی آره. و چیزی که بود رایتینگ هم افتضاح بود. خب چون هیچ کدوممون ننوشتیم، هیچ وقت جمله نمیتونستم بنویسم، خیلی بد بود و من رایتینگ میوشتم هر جلسه، من رایتینگ میوشتم و آخر صدای استادمون در اومده بود و من گفت محبوبه کچلم کردی، من اینجا کلاس عمومیه، هنوز تخصصی رایتینگ نیست، چرا انقدر می نویسی؟ و من جلسه ای نبود که ننویسم عزیزم. و اینم بگم که من ساعت کاری این تا ساعت 2 بود، هنوز کم کرده بودم چون من در حالت هایی تا ساعت 6 سر کار بودم، تا ساعت 2 بود. و بعدش که می اومدم خونه، خب کوچولو بود، دوتام بودن، یک کدومشونم که شیرخواره، اصلا دیگه نگهداری فوق العاده زیادی میخواد. و ساعت خواب بچه ها رو تنظیم کرده بودم، 9:30 دیگه اینا خواب بودن، از ساعت 10 به بعد تا بود من ساعت 4 صبح درس میخوندم. یعنی واقعا من هیچی برای گفتن ندارم، از این به بعدم من از سختی های پروسم نمیگم. آقا من تسلیمم. برای همین میگم من واقعا باز خب دوباره ساعت 6:30 خب پسر من در طول شب بیدار میشد، شیر میخواست دیگه، بعد پوشکش رو عوض میکردم، اون خوابیده بود در طول روز. داشتی که هی حواست آره. پاچه وسطش پاشی.
بعد در طول روزم خب دیگه اون خوابش رو زده بود، مشکلی نداشت، من نمیتونستم بخوابم و همون ساعتهایی هم که خواب بود من نهایت استفاده رو میکردم که بخونم. حالا یه سوال دیگه بپرسم، اون جا موقعی که رفتی آزمون تعیین سطح دادی کلاس پری آیلتس قبول شدی، من فکر می‌کنم هنوز هم روی جنرال انگلیش کار کردن برات، وارد آره کورس آیلتس نشدی، آره اون کتابای تایم چقدر طول کشید؟ تایم بخش متوجه آه اون بیویش تو آیلس من فکر میکنم 6 تا درس یا 7 تا درس بود. کتاب بیویش تو آیلس رو اینم اگر دیده باشین 12 تا یونیت داره، 6 تا یونیت اولش میشه پی آیلس 1، بعد 6 تا یونیت سیستای دوم دوم دو. آره 2، و من اونجا بود که دیگه آها از درس 6 به بعد خوندم. خب چقدر طول کشیدیم زمانش؟ 1.5 ماه. آها یه ماه و نیم اون رو تمام کردی، وارد آیلتس شدی؟ آره دیگه بعد کتاب های کامپلیت آیلتس رو شروع کردم. آها خب اون وقت چقدر زمان از زمانی که شروع کردی واسه آیلتس خوندن طول کشید تا زمانی که آزمون بدی؟ ببینین من سال، حالا سال های موقع اشتباه نگم، کم خیلی دیگه حافظم فکر میکنم ضعیف شده، الان خستن. 99 ایم دیگه، آره الان 99 ایم دیگه. آره من مثلا متولد آبان 97 بود و من از فروردین 98 رفتم کلاس آیلتس و امتحانم رو میخواستم اردیبهشت بدم که خورد به کرونا، اردیبهشت 99، و کلن آزمونا همه تعطیل شد، دیگه امتحان یعنی یک سال واسه نتونستم بدم. آیلتس خوندی از آره فروردین 98 تا سال 99 خواستی آره کنکور بدی. اوکی خب فهمیدم. چون من سنم داشت میرفت بالا، ببینین 28 تا 35 بهترین سن برای اکسپرس اینترویو تمام برنامه های استانیه، بله تاریخ نداریم دیگه، داریم میکنم سنمون میره بالا دیگه، عزیزم سنت اصلا بالا نیست عزیزم، نه حواست سن باشه. بالا نیست ولی برای برنامه های مهاجرتی داره میره بالا، من 5 آره امتیاز از دست میدم، اینش آره مهم بود. حالا هرچند که دیگه کلا از پروسه اکسپرس اینترویو اومدم اومدی بیرون، بیرون. تحصیلی اقدام کردم. آره آره ولی خب میخواستم زودتر کارای مهاجرتم رو شروع بکنم و خیلی هم فشرده کلاس میرفتم، 3 روز در هفته، 3 روز در هفته بود، آره صبح میرفتم 3 روز دیگه سر کار بودم، بعد دیگه اینجوری بود که خوابم که نداشتم کلا. همین میخواستم بگم که خیلی هم میان میگن که ما اصلا زمان نداریم. ببین من خودم همچین آدمی نیستم، من نمیتونم از تایم خوابم بذارم درس بخونم، خب ولی اونایی که میخوان این کار رو بکنن و میگن ما نمیرسیم وقت نمی کنیم، مثلا بچه داریم و اینا، میخوام بگم که شما دقیقا الان در جواب این سوال خیلی مشخصا میدی که شما از زمان استراحت و خوابت زدی درس خوندی، وگرنه آره، بچه هیچ سر جاشه. نبود دقیقه همینه، یعنی کسایی که بچه دارن متاسفانه شما نمیتونی از زمان اون بچه بزنی، که یه تایمی هم که شما خودت شاغل بودی که سر کار رفتی، یعنی اون تایم هم که نمیتونستی حذف بکنی، مسلما دیگه تنها تایمی که بتونی ازش بزنی تایم استراحتی که واقعا هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. تایم استراحتم بود و اینکه من خانوادم خبر نداشتن که دارم برای آیش میکنم، یعنی نمیتونستی هم حمایت بگیری اونجوری. آره این نمیشد، من جز همسرم هیچ کس خبر نداشت دیگه و خیلی سخت خیلی بکنی. من تمام میتونم به جرأت بگم الان، حالا نه اینکه الان دوران کروناه که سفر و همه اینا تعطیل، ولی خب من خانوادم خارج از شهر تو منطقه ییلاقی مشهد خب باغ دارن، میرفتم باغ، نه من نمیتونم بگم. اگر میتونین بچه ها رو به خودتون ببرید، من کار دارم خونه، میمونم خونه و بچه ها رو میبردن و من نهایت استفاده رو از اون زمان تایی شدن خیلی وقت آره خیلی اوقات اینو میخوام بهتون بگم که خوابم میگرفت، خسته میشدم، کتاب رو میبستم، یه 10 دقیقه که میگذشت همیشه شعارم این بود کانادا منتظر من نمیمونه، باید خودم رو برسونم به، و دوباره شروع میکردم. خیلی دوران سختی بود، در همین میگم باید یک پشتکار خیلی زیادی داشته باشم و خیلی. اراده و اون انگیزه خیلی مهمه. دقیقاً. و یه چیز خیلی مهمتر اینکه من پسرم تا 4 دست پا نکرده بود خیلی خوب بود ها، خیلی بهتر میتونستم بخونم. آره دیگه چون نگرانی که مدرسه. بگیریش آره بعد دخترم رفت مدرسه، باز باید به درسه اونم میمشتم، خب همسرم نبود دیگه، خیلی سخت بود خیلی. ولی خدا رو من شد. که هیچ آره تصوری اینکه تو چی کشیدی ندارم.
من تو این یک سال به جرأت میتونم بگم شاید 7 یا 8 کیلو وزن کم کردم و خیلی موهای من سفید شده، عزیزم. خیلی، ولی به هیچ عنوان ناراحت نیستم چون رنگ موهای سفیدم با یه رنگ کردن میشه حلش کرد. اضافه وزنم که خوب نیست کلا، ولی آره تو مهم شانس اینه آوردی با این همه، این که مثلا آدم وقتی میشینه درس بخونه چاق میشه، ولی شما چون کارهای دیگه زیاد داشتی برعکس شده، خیلی خوبه. ولی به هیچ عنوان از اون سختی که کشیدم ناراحت نیستم و من همین الان هم دارم زبانم رو ادامه میدم که به هر حال زبان هرچی بخونی کم نیست، دقیقاً. باید بازم بخونی تا زمانی که حالا انشالله مرز باز بشه، ویزامو صادر بشه و بتونیم بیایم. ایشاله. من الان هنوز که هنوز کتاب میخونم و همون تایم استراحتم و که بچه ها میخوابن من تا ساعت 2-3 بازم بیدارم، زبانمو میخونم چون واقعا هم علاقه دارم، همین که انگیزه خیلی برام مهمه، اون دقیقاً. انگیزه خیلی قویه. خب یه سوال، شما همون باری که دفعه اول خواستی امتحان بدی امتحان دادی و نمرتو گرفتی؟ آره نمرمو گرفتم، ولی من جز اولین گروه هایی بودم که بعد از کرونا امتحان دادم و شرایط اولا که باید با ماسک می بودی، خیلی گرم بود، نمیتونستی برداری. من لیسنینگم رو تو خونه خیلی عالی می زدم. بود تا مثلا من کتابای الان اسمش نمیادم، مثلا کرک رو می زدم یا ترینر رو که می زدم تا 7.5-8 می زدم. ولی شانسی که من بدشانسی که آوردم این بود که هدفون من سر جلسه امتحان خراب شد. آره و لیسنینگ منو تا من قشنگ سکشن 4 رو کلن فکر میکنم میس کردم، سکشن 3 خیلی استرس داشتم، خیلی سکشن 4 من راحت، یعنی بدون یک اشتباه شاید میزدم. اینجوری بهتون آقا اصلا 4 راحت تر از 3 آره، خیلی سه سخته، خیلی آره. سخته و اون استرسه من فکر میکنم شانسی زدم. خب لیسنینگ من تا حد 6-6.5 آوار پایین و خیلی بد بود. ولی از اون طرف من رایتینگی که خیلی داغون بودم، یعنی به جرأت میتونم بگم که من اوایلی که رایتینگ مینوشتم اینو خیلی واضح دارم میگم که هیچ کس فکر نکنه که داغونه نمیتونه بنویسه، با تمرین کردن با نوشتن زیاد دستتون رو میفته. من در حد 3 هم نبودم، از گوگل ترنسلیت جمله سازی میکردم، اینجوری بهتون بگم. ولی خدا رو شکر که رایتینگی که نوشتم و نمره‌ای که گرفتم فکر میکنم حقم بود، بیشتر از اون حقم بود، 6.5 شدم. خیلی خوب شدی عزیزم، 6.5. آره 6.5 شدم، ولی خب دیگه لیسنینگم رو خراب کردم و کلا نمره ولی 6.5 شدم. بعد دیدم دیگه واقعا در توانم نیست که بخوام دوباره بخونم، به خاطر همین بیخیال برنامه های استانی شدم، چون باید مخصوصا من برای ساسکاچوان میخواستم اقدام بکنم، امتیاز های یه کشید بالا رفت یه 70-71 تا یک سری اصلا آره. بالای 75 فکر میکنم اصلا انتخاب شده بود و این سری آخرم هم که همین چند روز پیش بود حالا خدا رو شکر رسید به 69 فکر میکنم، چون هنوز من پیگیرشم، ولی مشکل اینه که اومد زبان دوم اضافه کرد، آره امتیازات فرانسه کشید اضافه بالا شد. آره فرانسه که اضافه شد گفتم دیگه در توان من نیست استانیش و استانیای آتلانتیک هم که کلن جاب آفر میخواد و استانایی مثل بریتیش کولومبیا اینا که اصلا جاب آفرش شرایط خیلی خاصی رو میخواد و کلن گفتم پس همون تحصیلی اومدن خیلی برای من الان راحت تره. برای همین تا اون زمانی که دولینگو داغ بود یکی دو ماه برای دولینگو خوندم، چون نوع امتحانش فرق میکنه، سرعت عالی خیلی مهمه، اون رایتینگی رو که ما زمان داریم 40 دقیقه 20 دقیقه که بنویسیم تو 5 دقیقه باید جمعش بکنی، بعد حداقل 50 تا کلمه بنویسی، بعد اینو بخوای بادیش رو درست بکنی، اون کانکلوژنش رو درست بکنی، خیلی مهم بود. برای همین یک 2 ماهی هم اونو خوندم و خدا رو شکر اون نتیجه که میخواستم بگیرم رو گرفتم، 125 شدم. خدا رو شکر خیلی هم بالا نیست، ولی خب به هر حال تونستم باشه خصوص پذیرش بگیرم. آره ولی خب خیلی سخت بود، میتونین واقعا یک اراده میخواد، اینکه برنامه ریزی دقیق میخواد، اینکه از تفریحاتتون باید بگذارین. من تمام کتابایی که میخوندم فایل PDFش رو ریخته بودم یه گوشی و وقتی میرفتم مهمونی هایی که مجبور بودم که برم من سرم تو گوشی بود کتاب رو میخوندم و
و همیشه به این متهم شدم که محبوب خیلی تو دنیای مجازی وقت میگذرونه، ولی خب کسی اون پشتش رو خبر نداشت چه اتفاقی داره میفته دیگه. من میرفتیم باغ، همه قطع شدی. آره قطع شد. گفتی ما میرفتیم باغ، قطع شدی. فکر میکنم یکی مقدار سرعت اینترنت این روزای اینجا خرابه، تصویر قطع میشه، درسته؟ آره آره ولی دارین من الان صدا الان؟ تو دارم، الان خوب شدی، هم تصویر دارم هم صدا. به هم بگو که ما میرفتیم باغ چی شد. اینجا شکرم قسمت نیست بگم دسته نشه باز نشه. من فقط ترانسکرایب میکردم، بکنیم فایلی نبود، من تمام فایلای کتاب کامپلیت آیرش ورکبوکش و کتاب خودش رو ترانسکرایب کردم. کتابای اصلا اسمشون الان رفت از ذهنم، اصلا مهم کمبریجا، نیست. کمبریجا رو من تمام سکشن 3 و 4 رو ترانسکرایب کردم و خیلی سنگه. میتونم بگم آره. بعد فایلای بی بی سی رو سال 2019 و 2018 رو بقیه‌اش رو فقط گوش کردم، اینا رو من ترانسکرایب کردم، چون برای اینکه لیسنینگتون رو قوی بکنین به نظر من تنها راهش اینه که، چون ما نمیتونیم در معرض باشیم دیگه توی کشور فارسی زبانی، تنها کار همینه که یه کار ترنسکریپت کنیم، هیچ راه دیگه ای نداره. آره دقیقا. و خیلی دوران سختی بود، خدا رو شکر تمام شد، گذشت، خدا رو شکر خدا رو گذشت. شکر. آره واقعا خدا قوت، هیچ چیزی دیگه ای ندارم بگم. واقعا امیدوارم که ویزات بیاد و خستگی این روزا با اون رسیدن به هدفی که براش انقدر تلاش کردی در بشه، یعنی یک جا در بشه قشنگ، همه خستگی ان شاء الله. یعنی من واقعا فقط امیدم به اینه که من الان دیگه تا ترم وینتر، تا پاییز رو گذاشتم، وینتر نه، تا فال رو گذاشتم دیفر کردم که ان شاء الله اون موقع اوضاع مساعد بشه که بتونیم برای ویزامون اقدام ان شاء بکنیم، الله چون خیلی سخت شده ان شرایط. شاء الله. آره میدونم میدونم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. پس شما در حقیقت آیلتس جنرال دادی به خاطر اینکه هدفت استانی بود، آره بعد که دیدی با اون نمیتونی بری جلو دولینگو رو دادی که تحصیلی اقدام بکنی. الان من میخوام ببینم پروفایل اکسپرس، پروفایل ساسپا ساختی یا نساختی؟ خدا رو شکر نساختم. چرا خدا رو شد؟ ببینین چون من از خیلی هاشنیدم، آه به خاطر من تحصیلی فهمیدم. آره آره فهمیدم. چون گفتم اول بیام آزمون جنرالمو بدم، چون تا زمانی که نمره زبان دستت نباشه، خب من فکر میکردم 7.5 میزنم و خوب شد این ریسکو نکردم که پروفایلمو روی اون چی تستایی که تو خونه یا ماک که میدادم بسازم، چون اگر که اون چیزی که ادعا میکردم تو اون تاریخ دارم من نداشتم میشد دروغ دیگه، کلهم من پروندم ریجکت میشد. بعد گفتم تا بیام آزمون جنرال رو دادم، اون چیزی که میخواستم خب نشد، دوباره میخواستم شرکت کنم که باز دوباره خود به این پیک دوم کرونا و تعطیلی امتحانات کلهم بی خیال شدم، چون امتیاز سنم هم یک سال دیگه، یعنی من اردیبهشت ماه امسال که بیاد، سال جدید که بیاد، خب امتیاز سنم از دست میدم دیگه، چون 34 سالم پر میشه میام توی 35. همه اینا رو که سنجیدم دیدم من امتیازم اون 5 امتیاز اگر که دارم زبان روش تلاش میکنم و بالا، از اون سن من میاد پایین، میاد به پایین 5 امتیاز، حالا خیلی هم بیشتر میشه فکر میکنم برای ساسکا، و کلا بیخیال شدم و خدا رو شکر که پروفایل نساختم. چون حالا میگن خیلی ها که تاثیر نداره، ولی قانع کردن آفیسر برای اینکه میخوای برگردی خیلی سخت میشه، یعنی تو اونجا پروفایل اکسپرس اینتروی داری، تو پروفایل استانی داری، نمیتونی ادعا بکنی که اونا رو همجوری ساختم ولی تاثیر اصلا منطقی برگردم. نیست این. آره. همه شما زور میزنی به آفیسر بگی من قصد دارم برم تحصیل کنم برگردم، بعد از اونور میبینه تو پروفایلی داری که میخوای بری که بر نگردی، خب این دو تا خشن با هم در تناقض دیگه. آره بعد دیگه خدا رو شکر نساختم. یعنی آره. اولین باری که عجول نبودم و کار درستی کردم همین بوده، چون من خیلی عجولم. یعنی چیزی که میخوام باید در زودترین زمان ممکن اتفاق بیفته، واسه همینم این عجول بودن باعث میشه موفق باشی.
لاقل یه جایی نکته شاید هم مثبتم داره واقعا، آره فقط نکته چیزای منفی مثبتش همین نداره. بود. دقیقا ولی خب آره اینو به تمام دوستانی که توی لایف هستن میخوام بگم که اگر هدفتون واقعا رفتنه و روش مصر هستین، تمام تلاشتون رو بکنین و تمام بهونه هایی رو که بچم کوچیک نمیذاره، من همسرم ساعت کاریش با من نمیخونه نیست، وقتی که اون خونه است من همسرم خب 20 روز نبود، 10 روز بعدی که میمد خونه خب توقع داشت که همه جا باهاش همراهی بکنم، حضور داشته باشم، ولی واقعا دارم میگم اون 10 روزی هم که بود خیلی منو حمایت کرد، بچه ها رو میبرد خونه رو خلوت میکرد، من تایم کلاس های رایتینگ هم تایم خیلی بدی بود، نزدیک خواب پسر من بود، 7:30 تا 9، و این خیلی گریه میکرد اون تایمی که من نبودم، خیلی کمکم کرد. و این اواخر هم دیگه خانواده فهمیده بودن که امتحان میدم، با اونا شیر میکردم، خانم داداشم خیلی کمکم کرد، پسرم رو نگه میداشت، بچه کوچیک نگهداریش خیلی سخته، واقعا همه دیگه همت کردن که من امتحانم رو بدم و اینکه بتونم اون نتیجه، هرچند به خاطر اون اتفاقاتی که در جریان امتحان افتاد نتونستم خوب نمایش بدم اون توانمندیامو، ولی راضی بودم به هر حال، چون میدونستم تلاشمو کردم، از کم خوندنم نبوده این نتیجه ای که گرفتم، حالا بدشانسی آوردم یا هر چیز دیگه ای، شاید قسمت بوده که من تحصیلی بخوام اقدام بکنم و برم، آره دقیقا، چون کرونا حالا مرزا رو باز نمیکرد، من امتیازا رو از دست داده بودم برم. آره واقعا قبول دارم، واقعا دست همه اونایی که همراهیت کردن درد نکنه. من آرزو میکنم شما بیاید کانادا، براشون دعوتنامه بفرستی، اونا بیان خود شما مهمونی انشالله. که اونا تلافی اون کارهای خوبی که کردن در بیاد. محبوب جان اگه انشالله. چیزی به ذهنت نمیرسه که اضافه بکنی من کامنت رو باز کنم، شاید بچه ها بخوان سوال بپرسن، مثلا ازت سوال بکنن، چون من خودم نه تو من سوال به ذهن نمیرسه. آره هر آنچه که لازم بود و گفتنی بود و گفتم، که فقط باید خودشون همت بکنن، واقعا دیگه نمیتونی بگی که خانواده هم باید ساپورت هم بکنن، خیلی جاها از دستت خارجه، یعنی بعد اون تایم تو یه جوری مدیریت بکنی که به همه جا برسی، و تنها چیزی که برای خانمای شاغل و خونه‌دار و مادر پیش میاد که بتونه استفاده بکنه همون تایم خواب بچه هایی که بعد از استراحت خودت بگذاری دیگه. هم دقیقا دقیقا آها ها ها خب من فکر میکنم بچه های سریشون بیشتر سوالاشون توی این حوزه است که شما مثلا برای چه رشته اقدام کردی، چی خوندی، مدرک خودت چی بوده، چقدر گپ تحصیلی داشتی. حالا اینا رو اگر دوست داری جواب بده، چون ما بیشتر هدف اون گذاشتن این لایو اون بحث انگیزشیشه و اینکه شما بگی که چجوری تونستی هندل کنی این همه سختی رو. میدونی چی میگم؟ من حسابداری خوندم و کار مالی انجام میدم، من لیسانس حسابداری دارم، فارغ تحصیل سال 88، از سال 88 تا همین الانم کار میکنم و گپ تحصیلی رو، چون من بازم رشته فایننس اقدام کردم، اون گپ تحصیلی رو با سابقه کاریم پر کردم که تونستم پوششش بدم. الانم چیزی که هست اینه که نامه دارم از کارفرما که انشالله قبل برگرد. آها انشالله انشالله قبل برگرد. آره عزیزم برای شما لیسانس داشتی یا فوق لیسانس؟ نه من لیسانس داشتم. لیسانس داشتی، یعنی الان برای فوق لیسانس اقدام کردی؟ آره الان برای مستر اقدام کردم. فاندم گرفتی یا با سلف فانده؟ تورنتو فاند گرفتم، ولی یه چیزی که من چک نکرده بودم اینه که از اون کالج که گرفتم فاند اینه که بعدش اجازه کار نداره، یعنی بعد بلا فاصله من تو این مدتی که هست دوره کوآپ هم هست باید حتما کار پیدا بکنم که جاب آفر داشته باشم که بتونم بمونم، وگرنه که دیگه با عرض معذرت برگردم عزیزم. نه بر نمیگردی؟ نه ولی خب دیگه فکر کن تو برگردی. نه من برنمیگردم اصلا. دیگه میشه که من دو دستی هیچ کرد، یعنی آدم های بی دست و پاشم که بیان اینجا برنمیگردن، تو که دیگه ماشاءالله با این من دمزم به تخته با این همه توانمندی و پشت کار مسلماً اون موقع میگردی راهش رو پیدا میکنی که به موقعش بتونی برای بعد از تحصیلت هم یه چاره ای داشته باشی که بمونی بدون شک.
بچه ها میگن بابا تو دیگه کسی، اشکمون در اومد. واقعا ببین بچه ها میخوام ببینن مشهد کجا کلاس رفتی، اگه راضی بودی ازشون بگو. آها نه همینو میخوام بگم، آواری آموزشگاهی که من رفتم اصلا خوب نبود، به هیچ عنوان به هیچ عنوان به هیچ عنوان توصیه نمی کنم که این خبط من انجام بدی و اون آموزشگاه بری. حالا بگم یا نگم اسمشو؟ بگو. نه بابا بگو. من آموزشگاه ماهان رفتم توی مشهد و خیلی اسم در کرده بود، یک چند سالی اصلا حتی سنتر اصلی بود، اینجوری میتونم بهتون بگم. شما ببین آدرسش هم تو حاشیه بلوار صارمیه، بین فکر میکنم کوسر و هاشمیه میشد، آره اونجایه، طبعا از هاشمیه 10 بهش راه داشت. من رفتم اونجا چون تاریخ خیلی شنیده بودم ولی اصلا راضی نبودم. من به محض اینکه اون دوره های تکمیلی من گذروندم، من دوره اسپیکینگ اصلا شرکت نکردم چون خوب نبود، رایتینگمون ولی استادمون انصافا خوب بود، ولی از بقیه اون تخصصیاش که رفتم اصلا خوب نبود و اسم راضی استاد نبودم. رایتینگتون رو لطفا بگو اگه خوب بوده. اسمش یادم، استاد موسوی، استاد موسوی فوق العاده خوب بودن و من رایتینگم اگر که خوب شد، واقعا دارم میگم، با نوشتن تو کلاس ایشون بود. و بعدش هم این که من یک گروهی عضو شدم که اونجا خیلی منابع خیلی خوبی گذاشته بود و بقیه رو سلف استادی خوندم. من رایتینگم و سلف استادی بعدش خوندم، کلی نوشتم ولی خب دور اطراف میدادم برای من تصحیح بکنم، چون رایتینگ حتما باید فیدبک بگیرید. اسپیکینگ هم سلف استادی خوندم، کتاب های اکچوال خوندم، کتاب ماکار خوندم و بعدش هم 3-4 جلسه هم یه استادی از اصفهان آنلاین گرفتم باهاشون کلاس داشتم، استاد ایلچی، ایشون هم خیلی خوب بودن. و دیگه اینکه همین دیگه، ماهان نری من خیلی از دوستانم وسط دوره کار کردم، خب چون من نزدیک محل زندگی و محل کارم بود ماهان، مجبور بودم اونجا برم چون شرایطم خاص بود. آره. ولی یک آموزشگاه خیلی خوبی هست، خیلی از بچه ها وسط دوره قطع کردن و رفتن اونجا، راه پویندگان تو فلسطین، خیلی خوب بود. من خیلی از بچه ها شنیدم که اونجا رفتن و واقعا از بیسیک باهاشون کار کردن. اینجوری نبود که من حالا اینو میگم، سطح من پی‌وی‌آی‌الس 2 نبود، من اگر به خودم بود ترجیح میدادم از پی‌وی‌آی‌الس 1 شروع کنم به خودم. ولی خب منو همینجوری احساس میکنم اون تایم پی‌وی‌آی‌الس 1 نداشتن که بخوان برگزار بشه. من الان پی‌وی‌آی‌الس 2 البته بدم نشد، من سعی کردم خودم و بچه ها مچ بکنم، بکشی بالا خودتو. آره برای من خب فشار میاد دیگه به آدم. آره فشار که میاد ولی خب در کل لولی که باید باشی. آره ولی خب دیگه این که من خیلی سلف استادی خوندم، خیلی برای ریدینگ هم خیلی کتابای اکتیو ریدینگ رو خوندم، اونا خیلی خوب بود واقعا. حالا کتابی که باهاش تونستم ارتباط برقرار بکنم، چون اینساید ریدینگ هم هست، خیلی هم میگن اون خوبه، من خوندم کتابش به اصطلاح خودم میگم منو نگرفت، برای همین خیلی چیز نکردم. یکی دیگه از دوستان پرسیدن که چرا وقتی آیرس داشتین دولینگو رو امتحان دادین، چون آیرس هم جنرال بود، دولینگو برای معادل آیرس آکادمیک حساب میشه. ولی خیلی از دوستان حواسشون باشه، اگر که میخوان دولینگو این روزا امتحان بدن، حتما 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 به سایت دولینگو اکتفا نکنن، به خود سایت دانشگاه هم اکتفا نکنن، ایمیل بزنن و بپرسن، چون بلایی که سر من اومد، من اپلیکیشن فیو پرداخت کردم، خب به هر حال با این اختلاف دلار ارزی که ما داریم، 75 دلار کانادا، من نرخ 20200 تومان خریدم براشون پرداخت کردم، ولی بعد برای من ایمیل زدن که با عرض شرمندگی باید یک آیلتس آکادمیک هم کنارش بدین. و بعد گفتم خب پولتم پرید. آره برگشت نده، ما پرونده شما بررسی کردیم و متوجه شدیم که شما دولینگو دارین. خب وقتی توی شرایطتون نوشتین، منم برای همون اپلای کرده بودم اونجا. فالوآپ کردی باهاشون که بگی تو اینو تو سایتتون نوشتین، من بر اساس سایت؟ آره ولی خب گفتن نمیگیم که قبول نداریم، میگیم که باید در کنارش اینم ارائه بدین. اینو تو سایت نوشته که در کنارش بعد اونم نه نوشته. ننوشته. من به هیچ عنوان اپلای نمی‌کردم.
چون من دیگه واقعا در خودم توان اینو نمیبینم که بخوام دوباره بشینم بخونم. ولی من بهت میگم که قطعا و حتما یه جایی تو سایتشون نظرسنجی اینا دارن، یه جایی که تو بتونی ریت بهشون بدی، ریویو بنویسی، حتما برای این موضوع رو بنویس، چون اینا انقدر به این موضوع حساسن که میان پولتو بهت پس میدن. حتما پس بگیریم، حتما اینو پیگیری کن. آره. یعنی وایسا بگو تو سایت اینو نوشتی ولی ننوشتی این بر باشه، من این پولو دادم، پولمو میخوام، پس پیگیری میکنم، چون جواب میده. اگه ایران بود بهت میگفتم مثلا نکن خسته میشی، ولی اینجا جواب میده، حتما پیگیری کن پولتو بگیر. آره حتما. خب نوشتن که کالجی که پذیرش گرفتین چند سال است و اینکه بعد از اون از چه طریق برای اقامت دائم میخواین اقدام کنین. ببین کالجو که گفتم من حالا اونو کلا بیخیال شدم، چون کالجش 2 ساله است، هزینه‌هاش هم خوبه به نسبت دانشگاه‌های خود تورنتو، ولی دانشگاهی که الان پذیرش گرفتم خب اونم 2 ساله‌ه، بعدش هم میخوام از زیرشاخه‌های دانشجویی استان آتلانتیک استفاده بکنم، چون شاخه‌های دانشجوییش فوق‌العاده بهتر از بقیه استانای مثلا بریتیش کلمبیا یا بقیه استان مثل اونتاریو. حالا یه چیزی بهت بگم، وقتی که ویزات اومد خیالت راحت شد، یه آپشنی هم داری که کلن دانشگاه تو تغییر بدی، یعنی درخواست بدی که تغییر بدی، میتونی اون موقع بگردی جایی که دوست داری مثلا میخوای باشی. اگه بر فرض میگم، دارم مثال میزنم، قصدت اینه که مثلا تورنتو درستو بخونی بعد بیای تو حوزه آتلانتیک به خاطر پیارت باشی، اصلا همون اول ترجیح بدی بیای اینجا یه دانشگاه بری که همینجا دیگه تا موقعی که واسه پیارت میخوای اقدام بکنی دست و بالت بازتر جا افتادی، میدونی یه جا به جایی آره. نداری، حتی این کارا رو هم میتونی بکنی. یکی نوشته زنداداش تو عشق، واقعا واقعا دمش گرم، واقعا عشقه. یعنی من یک روزی که انشالله ویزام بیاد در اولی کسی که دعوت نمی میفرستن زنده داشتم، چون ایشالله. پسر من واقعا دارم میگم از زمانی که 2 ماهه بود من گذاشتم پیش زنده داشتم و خیلی ازش ممنونم عزیزم. مادری کرده براش دیگه. آره مادری کرده و الان اتفاقا تو همین زمان الان هم میبینی چه ساکته اینجا. بچه هایی که شود شده خونه خاله هست، یکی هم که خونه همون زنداداشه بنده خدا کوچیکه اونجا. عزیزم خدا ببخشه بهتون همه اینایی که کمکت کردن. و اسم کالجتون رو میگی بچه ها؟ اسم کالجو TCM. آره اگه اشتباه نکنم، ولی اگر که بحث اینو دارین که چون هر کسی که تحصیلی میره بعدش اینه که بتونه اونجا اقامت بگیره، من دورم کوآپه. ببینین یعنی یک دوره یک ترمم رو فکر میکنم، آره یک ترم یا یه چند واحد درسیم و مثل همون دوره کارآموزی خودمون تو شرکت هایی که خود دانشگاه معرفی میکنه یا خودم برای تو سایت اینده، چون من خیلی نگاه کردم خیلی دوره کوآپ میذارن که میخوان دانشجوها رو بگیرن، حالا به خاطر اینکه حقوق پرداخت میکنم ولی به نسبت خیلی پایین تره، اینه که باید تو اون دوران تحصیلیم حتما یک جاب آفری پیدا بکنم و من بدترین حالت در نظر گرفتم که نشه. اشتباهی که من کار کردم چک نکردم ببینم که این کالج بعدش میتونم من اجازه کار معادل دوران تحصیلم داشته باشم یا نه، و نداره. اگر میخواین اپلای بکنین برای هر دانشگاهی حتما و هر کالجی، برای همین که با کالج ویزاتون مطمئن باشین که ریجکت میشه، چون خیلی اون ریسک ویزای کالج بالاه. بالاست دقیقا. آره من اینو یک پلن بی گذاشتم که ویزامو با دانشگاه بگیرم، حالا وقتی وارد خاک کانادا شدم بخوام بین دوتاشون سبک سنگینی بکنم، بدونم میتونم توی مثلا استانه آتلانتیک اون کار جنرال چه خودم چه همسرم پیدا بکنیم، هرچند هزینه زندگی خب اونجا خیلی پایین تره، شهری های دانشگاه خیلی پایین تره، ولی اینو بعد مد نظر داشته باشیم به همون نسبت هم کار پیدا کردن اونجا سخت تره. آره دقیقا. خب دیگه نگم که چقدر نوشتن که ما انگیزه گرفتیم و نفر بعدی ما میایم لایف میذاریم باهاتو. ان شاء الله. ببینین روزی که مرسد جون من یه باکس گذاشته بودین که سوال بود در مورد میگم شرایط درس خوندن بود براتون نوشتم، بعد برای من جواب نوشته که میتونیم با هم لایف داشته باشیم، اولا که من پیجتون رو خیلی دوست دارم و مدت هاست که فالو میکنم، بعد با خودم گفتم که
خیلی ها هستن که میگن شرایط خیلی شرایط ما اینجوریه، چون دیده بودم که توی پی وی براتون خیلی فرستادن و شما استوری کرده بودی، گفتم بیام بهشون میگم شرایط ما خیلی هم سخت نیست، یکم بعد اون به قول خراسانی سنبه پرزور باشه که شما یکم فشارتون بدن، یکم سختی بکشین، بعد اون لذت آسایش بعدش. برای اینکه اون ویزایی که میشین، من هر باری که جواب، خب من این رسید دانشگاه TCA یعنی آزمون ورودی هم داشت آها که آره بعد توی یک مدت زمان خیلی، اسم تستش یادم رفته الان، ولی اتفاقا چند روز پیش داشتم ایمیلم رو چک میکردم، دیدم لینک آزمون رو برام فرستاده بودن، توی مدت زمان خیلی محدودی باید یک سوالاتی رو جواب بدید، فکر میکنم مثلا در هول و هوش 40 یا 50 تا سوال بود که بعد نهایت مدت زمانتون 15 دقیقه بود و شما اگر که زیر 30 تا جواب میدادین حذف میشدین. من اون آزمون رو 2 بار دادم چون باید هم سوالات ریاضی هوش و وکبم هست که سرعت عمله خیلی مهمه، اینکه تون تون، خب ما ریاضی رو تا حالا حل نکردیم به زبان انگلیسی دیگه، آره اینکه بخوای بفهمی که دقیقا این جزات چی میخواد یکم زمان میبره. این آزمون ورودی هم داشت، به خاطر همون آزمون ورودی هم تونستم 3000 تا فاند بگیرم و اینکه، ولی خب میگم دیگه مشکل کالجش اینه که بعدش اجازه کار نداره. مشکلی باشون حل مکاتبه کردم، آره مکاتبه کردم باشون، گفتن که خب اگر نتونستین کار پیدا بکنی یه دوره دیگه بیاین تو دانشگاه خودمون درس بخونین که شما هنوز تحصیلتون ادامه داره، تو هم مدت زمان دنبال کار بگردین. خب این میشه این که من همون هزینه دانشگاه استان آتلانتیک میشه دیگه، پس همون دانشگاه ها برم بهتره. آره. الان دیگه فایننس انشاءالله لایف بعدی از کانادا داشتم. ایشالله. حالا جدا از این که وقتی ویزا بشی و اینا مثلا خستگی در میره و میبینی چقدر ارزش داشت، همینی که تو الان با خودت فکر میکنی که من شاغلم، خونه دارم، بچم دارم، این شکلی تلاش کردم و الان نمرم رو گرفتم، همین انقدر دادم حس غرور و رضایت از خودت میده که همین خستگی تو در میکنه. میدونی چی میخوام بگم؟ ویزا آره، که میشی، ولی حتی اصلا به اونجا نرسیدم تو حس بگم. قدرتمندی داری. آره یه چیزی میخوام بهتون بگم، این که من یکی از همکارای خودم که توی رشته همون مالی بود، یعنی ما با هم همکار بودیم، اون بنده خدا هم داشت برای دانشگاه کانادا اپلای میکرد، بعد باورتون میشه چند ماه آخر گفت من میخوام آیلتس امتحان بدم، کلن استعفا داد رفت، گفت من وقت نمی کنم. بعد من خب کسی خبر نداشت، دلم گفتم نگاه نه بچه داره نه هیچی، یعنی بچه داشت ولی خب به هر حال مسئولیت بچه با اون نبود، با خانومشه، تو خانومش خونه دار بود. کلون گفت من چند ماه آخر نمیام و من امتحان دارم نمیرسم. بعد گفتم نگاه آره. چقدر باید دیگه من چی دارم چه کار دارم میکنم من کی بودم کولاخی کی بودم ببین یه سال بچه ها پرسیدن نمیدونم میتونیم بهش جواب بدی یا نه، حالا من میپرسم درشته که منم دقیقا تا 4 صبح درس میخونم، بدنم واقعا با بچه داری خالی میکنه، چطوری این کمخوابی و هندل کردن کار خونه و آشپزی و بچه داری و همه رو با هم مدیریت کردی؟ یه چیزی بهتون میگم، من فوقلاده وسواس داشتم، فوقلاده، یعنی من این مدت خیلی ببخشید این اصطلاح به کار میبرم، من هفته به هفته چالیتری وایتش استفاده میکردم توی خونه. اینجوری چی استفاده میکردی؟ هفته یک چالیتری وایتکس، آره در این حد من وسواس داشتم. این یک سال دو سال کلن اتفاقا سبب خیرم شد چون من نوبتی پوستی گرفته بودم. خیلی خودتون رو درگیر کار خونه نکنید و تغذیه‌تون خیلی مهمه. من اینکه بیدار بمونم و با قهوه، من 2 لیوان ها قهوه غلیظ میخوردم که این خوابه روی من تاثیر نذاره و اصلا ناراضی نیستم. همین الانم من ساعت خوابم هنوز که هنوز مثل سابقه، ساعت 4 صبح میخوابم و 7:30 بیدار میشم، هنوز همینجوری مونده برام، مونده بدن عادت کرده دیگه. آره میدونم خوب نیست و اصلا جای افتخار نداره چون کم کم توی سنم که بالا بره خب خودش رو نشون میده، ولی 1-2 سال هیچ اتفاقی نمیفته و اینکه تغذیه‌تون خیلی جدی بگیرین دیگه.
حالا یکی شرایطش خیلی فورس مثل من که داره امتیاز سنو از دست میده، خودشو به زمین و زمان میکوبه که حتما توی اون یک سال بتونه مدرک زبانشو بگیره. ولی اگر سنتون هنوز راه داره توی دهه فرق ایجاد نمیکنه. آره داری صدای فهمیدم. منو؟ آره عزیزم یکم دیلی داشت ولی اومد صدا. یه نفر نوشته که همین که همسرتون یه مدتی نبوده، ماموریت بوده، خودش خوبه، غذا و اینو لازم نبوده بپزی. من اصلا اینو قبول ندارم. شما اگه خود تنها باشی شاید نه بتونی هر روز نیم رو بخوری، ولی وقتی بچه داری اصلا نمیتونی این کارو بکنی. اصلا آقا اعتراض چرا وارده. فکر میکنی؟ نه چرا فکر میکنیم غذا درست کردن فقط باید برای همسرتون باشه؟ این که اصلا خودش، حالا من خودم تنبلم که مثلا نوید نباشه هیچ چیز حاضری میخورم، ولی اولا که تو طول مدت هر روز نمیتونی این کارو بکنی، یه روز دو روز، بعد وقتی بچه آره داری تو اصلا من میتونی غذا درست نکنی. بعدش هم این که من بعد دو مدل غذا درست بچه اونقدری که کلن غذای بزرگسال آره رژیم نمیخوره. غذایی اون کلن متفاوته. و بعدش هم این که من دخترم در کلاس اول دبستان و بعدش هم خود به کرونا ببینید من چه سختی داشتم، هم بعد اونو هندلش میکردم هم بعد خودم میخوندم، هم کوچیکه بود خیلی سخت بود. میدونم 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 نگو. خب برای سردرد نگرفتن قهوه میخوردن بچه ها گفتن، اینو گفتن جوابشو. خب من فکر کنم دیگه بچه ها سوال ندارن، فقط تو این کوشن باکس یه سوالی پرسیدن. دانشگاه تافل ادیشن هوم رو قبول میکنن؟ من اینو خبر ندارم، اصلا نمیتونم بهش نظر منم بدم. نمیدونم. یکی از دوستان بقیه گفته سوال برای اسپیکینگ تکراری چی کار بچه ها لایو میکردی؟ ببینم. گفتن که برای اسپیکینگ چی کار کردیم، گفتم دیگه من فقط یه چند جلسه استاد آنلاین گرفتم و خیلی عوضی بودن، اسپیکینگم خیلی خوب شدم، حب اوکی. شد. خب خیلی خوبه. میخوای اسم استادت هم بگی؟ استاد ایلچی، ایلچی. خب مهدی ایلچی. اینا کلاساشون الان آنلاینه؟ میدونی چجوریه؟ من کلا خودم آنلاین گرفتم چون آها اصفهان بود. آها اوکی آره اوکی ببخشید من حواسم نبود. اصفهان. اوکی خب همه علاوه بر من میخوان که تو هر موقع ویزا شدی به ما خبر بدی، میخوایم با هم جشن و سرور را بندازیم. اتفاقا یه چیزی بگم، این که من چون خیلی از دوستان صحبتش میشد میگفتن که چه شکلی خوندی، توی پیجم با اجازهتون اینو میگم، داستان بگو مهاجرت عزیزم. هم دارم مینویسم و میذارم. این که بدونین کار نشد نداره و من میدونم که شما خودتون کار مهاجرتتون انجام دادید. من زخم خورده دو تا وکیلم و به این نتیجه رسیدم که هیچ کسی بهتر از خودم نمیتونه شرایطم رو درک بکنه. دقیق. و آره چون واقعا ساختن پروفایل هیچ هزینه ای نداره، هیچ، ولی یک هزینه های خیلی سنگینی گرفته میشه. و اینو بهتون بگم، من سری اولی که رفتم پروفایل رفتم پیش یه وکیل، اسمشو اصلا نمیگم چون خیلی سرشناسه، اصلا حوصله اسمو ندارم چون مطمئنم که خیلی از دوستان میشناسنش. پرونده موفق خیلی زیاد داره، حال همین آها. اصلا من رفتم آره سری اول باش قرارداد ببندم، یک سری رفتم با یکی از همکارشون مشاوره شدم که یه هزینه مشاوره هنگفتم اونجا دادم، بعد خودشون از کانادا تشریف آورده بودن، هزینه مشاوره خودشون دوبل بود، رفتم پیش خودشون و به من گفتش که 2.5 دو تا پنج بیاری تمومی توی ساسکا، تمومی. بعد من پنجرین تو حساب ساسکا. کردم، آره بعد من حساب کردم CLB 4 میشه فکر میکنم و بله امتیازش خیلی پایینه. بعد بله فکر کنی من حساب کردم امتیاز من 61 میشد، مینیموم امتیازی که میتونه توی پول ساسکا وارد بشه 60، ولی بله. امتیازها رو ببینید الان چقدر داره انتخاب میشه، یعنی بالای میتونستی 70. پروفایل بسازه برات ولی تو حتما هیچ شانسی نداشتی. آره و من یه قرارداد $10,000 کانادا رو میخواستم امضا بکنم، $2,500 کانادا به پیش پرداخت بهش بدم، $1,500 زمانی که پروفایل ساخت، ساخت بله پروفایل هیچ کاری نداره. بله. و
و بعد من سماق به من کردم منتظر باشم که اسم من در بیاد، حالا هیچ وقت در نمی اومد. این که خوبه، مورد دارم زیاد، نه یکی دوتا که میان میگن شما پیش پرداخت بده ما پروفایلتو بسازیم، هر موقع نمره آیلتستو آوردی من اینو به پروفایلت اضافه میکنم، پروفایلت تکمیل بشه، چیزی که اصلا شدنی نیست. یعنی شما بدون داشتن نیست. مدرک آیلتس و وست نمیتونی اصلا پروفایل بسازی. اصلا نمیتونی. خیلی از کسایی که به اسم وکیل دارن کار میکنن این کارو میکنن و پول میگیرن و طرفو میفرستن دنبال آیلتس گرفتن، چون میدونن یه سال دو سال طول میکشه تا آیلتسشو بگیره بیاد، طرفم فکر میکنه این پولو داده یه پروفایل براش ساخته شده، پس یه قدم مهمی برداشته شده، میره دنبال آیلتس گرفتن. یعنی خودتون کاراتونو بکنی. الان راجع به استارتاپ من یه چیزی بگم. آره دیدم اتفاقا لایوتون لایوتون دیدم. بچه‌ها من خودم یه پا وکیل شدم تو این مدت. من دو ساله دارم توی سایت اداره مهاجرت بالا پایین میشم ها. سر همین که دو تا زخم خورده دو تا وکیل متفاوت بودم. به این نتیجه رسیدم که دوستان خیلی راحت خودشون میتونن کارشون انجام بدن. دقیقا. من تمام تجربیاتم و تمام اطلاعاتم رو دارم واقعا بیمنت میذارم که اینقدر گول وکلا رو نخورن. درسته داریم خیلی از وکیلا رو که ببینید، چند روز پیش من یک جایی خوندم که یکی نوشته بود، یکی به من گفته ببین نوشته من حسابداری جاب آفر صفر احتمالش، نمیتونی شما خیلی تلنت هم باشی کلا سیستم مالی کانادا با سیستم مالی ایران فرق میکنه. ما استانداردهای حسابداری خودمون رو داریم، اصلا استاندارد حسابداری بین المللی رو تدریس نمیشه تو دانشگاه های ما که بعد بخوایم توی محیط کار استفاده بشه. بله. اینو گفتن که بدونین پس جاب آفر برای حسابداری بله. اصلا معنی نداره. گفته بود یک شرکتی به من گفته 10,000 دلار ما بده، 10,000 دلار کانادا، آمریکا ببخشید، 10,000 دلار آمریکا ما بده. آره آمریکا. ما اینو میخوایم یه مقدارشو بدیم به اون کارفرما که جاب آفر به تو رو اوکی بکنه. کارفرما به تو یک خونه یک خوابه هم میده. اینا رو به من نگو، من گره میخورم اینا رو میشنم. 5,000 تاشو الان بده، 5,000 تاشو زمانی که اومدی توی کانادا، ماهی 1,000 دلار از حقوقت کم میشه. بله. مگه چقدر حقوق میگیره تو اوسان آتلانتیک؟ شما خیلی یک حساب دارد. من خیلی تحقیق کردم دیگه، سایت لینکدین رو نگاه لینکدین رو نگاه بکنن، رنج حقوقا رو زده دیگه، 30 دلار 35 دلار کسی که سابقه کاری خیلی بالایی داره، کسی که بخواد منیجر بشه، و این حساب داره که از راه بیاد. بعد تازه سنش هم 52 سالش بود. گفتم تو وارد خاک کانادا بشی 10 سال بعد 12 سال بعدش بازنشستی، هیچ کارفرمایی اصلا با این شرایط به شما کار نمیده، بعد شما سابقه کار کانادایی نداری. الان خیلی از دوستان میان، شما الان خودتون بازم با پی آر وارد شدین، کسی که میخواد دانشجویی وارد بشه جنبال انجام دادید، کاسکو میتونید ببینید اشتباه نکنم، ببینید سابقه کار کانادایی نداری، بعد چطور توقع داری که کارفرما از راه بیاد اندازه یک نیروی که خودش چند تا همین دیگه خونه یک خوابه بهت بده. منم همینو میگم، میگم گول نخورید. منم میگم ما این که با پی آر اومدیم دیگه، از پی آر بالاتر کی چه جوری میخواد بیاد دیگه؟ پی آر یه قدم قبل از سیتیزن شدنه که آره. شرایط در حقیقت خدماتی هم که میگیرن اینجا یه پی آر با یه سیتیزن برابر، یعنی از پی آر بالاتر نداریم. منی که با پی آر اومدم نه به من خونه دادن، نه به من کار دادن، نه به من حقوق دادن، چرا بر همچین حمایتی رو بیان از یکی بکنن که پی آر هم نداره؟ و از همه مهمتر تمکن مالی احتیاج نداری. مگه میشه تمکن مالی حتی توی جاب آفر تمکن مالی احتیاجه؟ چطور میگن تمکن مالی احتیاجی؟ این روشی که میگی میدونی چه روشیه؟ این روشیه که دولت کانادا عاشق این چش و ابروی ما شده، فقط میخواد تو رو خدا تو بیا. صدام اومد؟ بعد گفتم خودتون یه دو تا چهار تا بکنین تو ایران، مگه همچین تلنتی هستی که کدوم کارفرما به شما تو ایران بخواد همچین کاری خونه سازمانی بهت بده؟ نداریم.
نداریم من دقیقا. همسرم توی یک شرکت اکتشاف نفت کار میکرد. به ما با اون حقوقی که میداد همچین خدماتی هیچ موقع نداد که خانم تو بیا سمت جنوب بهتون خونه میدیم. بعد چرا واقع فکر میکنن اینا همه از ناآگاهی مردم ماست و اینا همه یه چیز رو میخوام بگم. خیلی ها هستن. ببینید من توی پیجم پستا گذاشتم که اکسپرس اینترویو چیه، هیچ هزینه نداره اولش، فقط باید وست داشته باشین، مدرک زبانتون رو داشته باشین. لینک رو گذاشتم که میتونین امتیازتون رو محاسبه کنین. خیلی ها میان تو پی وی از این پرسن امتیاز ما چند میشه. میگم شما حتی زحمت اینه که بخواین برید بخونید، همیشه منتظر وکلا از همین تنبلی ملت ما استفاده میکنن. واقعا دقیقا اون موقع گفتی از ناگاهی، میخواستم بگم از ناگاهی و تنبلی. دقیقا تو بشینی یکی برات کاراتو بکنه. من سر تنبلی که خودم داشتم هزینه کردم و از اون هزینه که کردم هم ناراحتم هم خوشحالم. ناراحت از این که هزینه مالی کردم که میتونستم خیلی جاهای دیگه هزینه بکنم، ولی از این بابت خوشحالم که یاد گرفتم خودم کارم رو انجام بدم و حالا تمام اون تجربیاتی که دارم، اون اطلاعات. محبوب جان صدات قطع شده، صدات قطع شده بود، ولی من فهمیدم تو چی میخواستی بگی. نتیجه اون پولایی که دادی که به نتیجه نرسید اینه که همه اطلاعات تو داری در رایگان در اختیار بقیه تو پیجت میذاری. اینو آره، تو رو خدا پول ندین به وکلا. خودتون ببین سایت اداره مهاجرت رو بخونید، حتی اگر که زبانتون خوب نیست یک تب دیگه باز بکنین، گوگل ترنسلیت یک کپی پیست بکنی، دست پا شکسته میفهمین چی نوشته. اصلا ولی اداره، سایت اداره مهاجرت انقدر قشنگ و کامل توضیح داده، خیلی کسی که در توضیح حدی داده. باشه که بخونه واقعا اطلاعات انقدر دقیقه که میتونه باهاش بره جلو. میگم شما زبانتون هم خوب نیست، به بدترین قول تو دیگه حالت گوگل ترنسلیت آخرشه دیگه. منی که استفاده کردم برای رایتینگم یاد گرفتم دیگه. خواهشم کاراتون رو خودتون انجام بدید. من ویدیوهای شما رو تو یوتیوب دیدم همشون، خیلی خوب توضیح دادید، واقعا عالیه. مرسی. از ویدیوهای مرسدجون استفاده مرسی. کنید، خیلی خوبه. واقعا حیفه که بخواید گوش این هزینه کنی. ها رو. دوستان گوش کنین، من خیلی چیزا رو از همین پیجای مهاجرتی به خدا یاد گرفتم، خیلی چیزا رو ها. نه اینکه بگم ببینین اینستا هم جنبه فانشو داره هم جنبه آموزشیشو داره. همیشه که نباید بیایم چند تا پست لایک بکنیم، میتونیم خیلی چیزای خوب از توش یاد بگیریم. یکیش من پیج شما رو فالو دارم، خیلی اطلاعات خوبی من داد، واقعا اطلاعات خوبی داد. یکی چند تا پیج دیگه هم هست که دوستان توی مونترالن، اونا خیلی اطلاعات خوبی از بازار کار خودم به من داد که چطور باید، من الان میدونم که باید چه آزمونایی رو بدم که بتونم با چالش پیدا کردن کار توی کانادا کنار بیام. از الان دارم خودم رو آماده میکنم. فکر نکنین شما ویزاتون رو گرفتین دیگه تموم شده، این تازه شروع مشکلات اول بعدی. راهه. همین رو میخوام بهتون بگم، هم زبانشون رو واقعا جدی بگیرن، همین که خواهشن واقعا دارم میگم پول به وکلا ندید. خیلی کارا رو خودتون میتونین انجام بدین. میخواین با وکیل مشورت بکنین، اطلاعات خودتون در یک حدی باشه که مثل من گول نخورین که با 61 امتیاز شما به هیچ عنوان انتخاب نمیشین. ولی اون وکیل من گفتش که تو میتونی. و از همه مهمتر بهتون بگم، به من گفت امتیاز زبان همسرم برای من امتیاز داره. نداره. اون توی اکسپرس اینترویو که پارتنرت برای تو امتیاز میاره. برای منی که میخواستم شنیدی میگن نخود سیاه میفرستن دنبال. آره نخود دقیقا سیاه. همین بود. حالا اگرم من کسی از میخواد با جاب کسی آفرم سرقت شد دوباره.
سرعت اینترنت چند روز خیلی بده اینجا. آره نه ولی خدا شکر وقتی ثابت میشه صدات میاد، چیزایی که گفتی اینش خوبه اقلا. آره من دوستان خواستم فقط جاب بگم آفر که به هیچ عنوان نمیشه از ایران بگیرین، تو به خدا اینو دیگه واقعا دارم بهتون میگم، چون من دو تا گفتم دو بار زخم خوردم، یکیش جاب اتفاقا آفر. انو چند نفر نوشتن که ما یه وکیلی میشناسیم جاب آفر میگیره، من دیگه میخواستم نگم این بازی کسی رو دوباره شروع نکنم، تو به ولی خدا تو گفتی. ببینی من دارم بهتون میگم تلنت نیستین بچه های آیتی، من داشتم نمونه هایی که تونستن بیان با جاب آفر، اما ببینید دارم میگم بچه های کامپیوتر برنامه نویسی که تونستن خودشونو یک پدیده به نوعی معرفی بکنن و اونم به چه سختی تونستن، چند ماه ریموت کار کردن، دورکاری بوده، پروژه نوشتن، نشون دادن که توانمند هستن و اون کارفرما رو مجاب کردن که رود سرمایه گذاری بکنیم، چند ماه دیگه 10 برابر اینو ما برمیگردونی. اما من حسابدار ببخشید چه توانمندی دارم؟ سیستم مالی ایران فوق‌العاده ضعیفه به نسبت اون بر. اینجا تعارف نداریم، کارمون دور زدن سیستم مالیاتی کشوره، ولی اونجا شفاف سازیه، نمیتونیم با این شیوه اونجا کار بکنیم. برای همین دارم دقیقا. بهتون میگم جاب آفر رو اصلا سمتش نرین، چون تلنت نیستین، مگر اینکه بتونین خیلی دیگه به ندرت بتونین. من میگم تو این 3 سالی که دنبالشم، 2 سالی که دنبالشم، فقط 2 نفر دیدم، اونم بچه برنامه نویسی و کامپیوتر بودن. الکی پول به وکلا ندید، مخصوصا سر جاب آفر. بله اصلا بچه هایی که میرن با وکلا مشورت میگیرن، بهتره هر چیزی که بهشون گفته میشه رو بیان تو سایت اداره مهاجرت بخونن، اقلا این یه کار دیگه بکنین، بگن بخونین ببینین اون چیزی که به شما گفته شده با واقعیت همخونی داره یا نه، کاری که شما کردی اومدی حرفی که وکیلت زده رو بررسی کردی دیدی اصلا شدنی نیست، لااقل اینجوری میفهمین اون چیزی که دارن بهتون تحویل میدن درسته. بله من اشتباهی صحت کردم سمت قرارداد جاب آفر رو بستم، من این اشتباهو کردم و میگم اشتباهی من نکنید و پول پرداخت کردم، ولی به من گفت 80% پروندت اوکیه، تو جاب آفر رو گرفتی دیگه مطمئن باش. فهمیدم که 80% اوکی نیست، حتی 20% هم نباید شانس داشته باشم، امید داشته باشم 2% اصلا، حتی همون، مخصوصا برای رشته هایی که مثل ما هستن که ریموت نمیتونی خودت رو نشون بدی الان، مخصوصا تو شرایط کرونایی الان که خیلی ها همونجا بیکار شدن. آفرین. بعد دیگه من مهاجر جای خود دارم، من که تازه میخواد کارفرما به من سرمایه گذاری بکنه که ویزا شدم 6 ماه بعد تو برنامه آتلانتیک، 6 ماه بعد وارد خاک کانادا میشه. دقیقاً نمیشه. دقیقاً نمیشه. همین اینا که گفتی درسته. آفرین. خوب شد تو گفتی، من دیگه خسته شدم انقدر گفتم دنبال جواب آفر نه. ببینین زخم خورده ها خیلی بهتر میتونن تجربیاتشون رو در اختیارتون بذارن و من حتی ببینین پول مشاوره خیلی دادم ها و هیچ موقع نگاه های همسرم زمانی که میگفت تو میگفتی این خوبه دیگه یادم نمیره، یه جا رفتم زده بود من اصلا تخصصم کاناداه، رفتم فهمیدم اصلا کانادا کار نکرده، 500 هزار تومان فقط برای نیم ساعت حق مشاوره بهش پرداخت کردم و بعد منو داشت سوق میده سمت ایتالیا، ایتالیایی که اصلا من آخه تخصصش کانادا بوده. آره برای همین میگم سایت اداره مهاجرت بهترین رفرنسه. بله حالا کسایی که دوست ندارن نمیتونن اونجا استفاده بکنن، ترجمه شدهش تو به صورت ویدیو تو پیج مرشد جون هست تو یوتیوبشون، ببین حتما استفاده کنین، منم که دارم براتون پست میذارم چون خیلی ضرر کردم من و نمیخوام، مخصوصا شرایط اقتصادی الان خیلی سخت شده. آره همه هم که جدیدن دلار آمریکا قرارداد میبندن، دلار آمریکا کانادا هم قبول، دلار کانادا هم قبول نداره. آره مورد دارم یورو میبندم، منم داشتم. محمود جان قبل اینکه بخوایم خدافظی کنیم اسم پیج تو بگو من تایپ کنم برای بچه‌ها اینجا بذارم. آره amazing underline canada وایس underline وایس amazing canada میدونم بینش underline داره. آره with mah mah Amazing Canada with Mah.
درسته؟ آره. اوکی، گذاشتم. مرسی عزیزم. خب بسیار هم عالی، خیلی مرسی از لایوی که داشتیم، وقتی که گذاشتیم با بچه و همه چی. میدونم سخته، واقعا باعث افتخار بود روزی که به من گفتیم. به همسرم گفتم، جیغ میکشیدم و گفتم وای مرسد گفتیم یا و گفتم که فقط بابت این میرم، چون خیلی دیدم توی باکس سالن ما بچه داریم نمیتونیم که بهشون بگم به قول فیلم حالا حال بده رو در نیارین. آره نه راهی رسیدن به خدا بسیاره، فقط باید راهتو پیدا بکنی. سختیش زیاده، خیلی سخته. شرایط من با اون کارفرمایی که من داشتم خیلی سخت بود واقعا. من شرایط کاریم که اصلا نگم براتون که به چه سختی بود، بگم اونم مثنوی 70 منه، ولی هدف داشتم و میخواستم که به دست بیارم. اینه که میگم اون هدف بودی. خیلی مهمه. همیشه هم به خودتون بگین کانادا منتظر ما نمیمونه، بعد مطمئن آره، باشین مجبورین واقعا نمیمونه. آره نه دیگه، من فکر کنم که هر آنچه که باید گفته میشد گفته شد دیگه. بچه هم رفتن درس خونن، چون من میبینم آمار بازدید کننده هم داره میاد پایینا، انگیزه گرفتن رفتن نشستن سر درس. انشالله که همشون موفق باشن و به هر آنچه که دوست دارن و صلاحشون هست برسن. چیزی رو به زور نباید از خدا بخوان. من به زور هالیفاکس رو میخواستم، الان گفتین که شرایطش اینجوریه، خب میبینم به روحیات من نمیخوره. ولی پرنس ادوارد رو میخواستم، الان میگین اینجوریه. برای همین میگم که هر چیزی به موقعش اتفاق میفته و انشالله بهترین ها برای همه اتفاق میفته. ایشالله ایشالله. ببخشید که من دیگه جواب سوال نمیدم، چون لایف ما بیشتر از یک ساعت شده، منم بعد از خونه برم بیرون. اگه سوالی بچه ها داشتن زیر پست بنویسن. مرسی ممنون. من یه پست میذارم، شاید این لایف رو تو اینستا بذارم به جای یوتیوب، حالا هرچی، بالاخره یه پست میذارم که شما رو زیرش تگ میکنم که بچه ها اگه سوالی داشتن و اگه برای شما مقدور بود وقت داشتی بیا جواب بدی. باعث افتخاره حتما، چون خیلی دوست دارم که هر کسی که دوست داره، چون آرزوی خودم از بچگی بود که بیام کانادا زندگی بکنم، واقعا دوست دارم که همه بچه ها به اون رویاها و آرزوهایی که داشتن همه دوستان برسن و انشالله که خدا کمکشون بکنه و همت ایشالله. خودشون ایشالله حتما حتما همینطوره میرسن، هر کی تلاش کنه میرسه. ما منتظر خبر ویزا هستیم حتما حتما. من اولین نفر باید بدونم حتما. مرسی از خودت. مرسی ممنون کردی که با ما بودی. قربانتون، شبتون بخیر. باید افتخار بود. خدا نگه. قربونت دارم. خدا حافظ.